سراغ همکارم گیتا آریان در وزارت خارجه آمریکا میریم که گیتا زاران آقای پومپئو خودش نتونست در این مراسم حضور داشته باشه، درسته؟ درسته، همینطوره. آقای پومپئو بلافاصله تقریبا بعد از اینکه صلاحیتش برای این سمت تایید شد توسط سنا به سفری رفت که اسرائیل یکی از اون مقاصد بود. بنابراین و با توجه به اینکه تازه آمدن سر کار و موضوع بسیار زیادی وجود داره که باید بالاخره رونها شروع کنن به کار کردن، اینه که قائم مقام خودش رو اعزام کرد. اما آقای پومپئو درست بعد از اینکه مراسم تمام شد یک بیانیه انتشار کرد از بابت اینکه سفارت منتقل شده به اورشلیم، ابراز خوشنودی کرد، از پرزیدنت ترامپ نقل قول کرد که خب اسرائیل 70 سال پیش که ایجاد شد آمریکا اولین کشوری بود که اونو به رسمیت شناخت و از اون موقع به بعد اسرائیلی ها خودشون اورشلیم رو پایتخت خودشون میدونن و اکنون آمریکای امروزی باید این رو هم به رسمیت بشناسه. اما به هر حال شهرام آقای پومپئو با توجه به صحبت ها و انتقادایی که خیلی زیادی منور میشویم گفتش که کماکان دولت ترامپ به برقراری یک صلح پایدار و فراگیر با فلسطینی ها بین فلسطینی ها و اسرائیل پایبند هست. گیتا یه سوال هم من دارم، این که چه اطلاعات بیشتری در رابطه با این سفارت میتونی به ما بدی؟ سفارت در واقع الان جزئی یا بخشی از کنسولگری آمریکا در اورشلیم هست، یعنی سرکنسولگری سابق الان بخشی شد دادن و اونجا سفارت برقرار شده. یک عده‌ای از کارمندان سفارت با آقای فریدمن سفیر آمریکا آمدن به اورشلیم. این سفارت وقتی که پرزیدنت ترامپ تصمیمش رو اعلام کرد خیلی زودتر از اون زمانی که پرزیدنت ترامپ گفته بود تموم شد، تقریبا بین 4 ماه و نیم تا 5 ماه آماده شد. البته این سفارت نهایی نیست، قرار هستش که در یک فضای بسیار بزرگتر یک سفارت کامل رو ایجاد بکنن، اما خب اون در بلند مدت هست، حتی پیش بینی شده شاید 9 سال اون طول بکشه. بنابراین فعلا سفارت آمریکا اینجا به این ترتیب نیمی از کارهای دیپلماتیک در اورشلیم انجام خواهد شد و کارهای اقتصادیش در تل‌آویو.